ما از عراق میادشان زندگی کردیم، ما دو اولادم از دست دادیم، ما جنگ تاجیک و هزاره را دیدیم. درود و وقتتان بخیر بینندگان گرامی، به یک بسته یه تازه خبری از دری میدیا خوش آمدید. شکریه بارگزای در تازه ترین اظهاراتش احمد شاه مسعود را مزدور بیگانه خوانده و گفته است که او قهرمان ملی من نیست. من نویشه تایید میکنم، نویشه تایید میکنم، ببخشین. اگه اوش تاجک است، اگه ایش پشتون است. در همین حال منو به یه سهی از کابل میگوین که نتایج نهایی آزمایشات دو کودک مشکوک به آبله میمون منفی است. همزمان با این از بغلان خبر میرسد که مقامات طالبان برای سیلاب زدگان این ولایت شهرک میسازن. از سوی هم و به دنبال پرتاب بمب دستی بر رنجر طالبان در بادغیس، آنان 14 تن را بازداشت کردند. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. شکریه بارگزای در سخنان تازه‌ای گفته است که احمد شاه مسعود قهرمان ملی نیست. با گفته یه خانم بارگزای، منبع فکری، منبع تمویل و صلاح احمد شاه مسعود خارجی و بیگانه بودند و مجاهدین با تفنگ بیگانه جنگیدن. کدامش است که با تفنگ بیگانه مردم خود نکشت؟ شما برین از دل مردم پرسان کنید. و افسوده است که احمد شاه مسعود در ویرانی های کشور سهم داشته و با ادعای او این دیدگاه شخصی من نیست، بلکه تاریخ افغانستان گواه این موضوع است. قسم به پروردگار که هر دفعه که میرم بگم پروردگار را 100 دفعه میمردیم، ولی مردم ما را میده جور نمیدی. اردوی از این دو رهبر هم در ویرانی های افغانستان دست داشتن، به باور شما البته. به باور منه، بر گواه تاریخ افغانستان. خانم بارگزای علاوه کرده است که اگر دل کسی خوش می شود و یا دق مهم نیست، اما قهرمان من قاضی امان الله خان است. بر من ملا عمر قهرمان نیست، اما احمد شاه مسعود قهرمان نیست. بر من اردوش نیست. قهرمان من، رهبر من، قاضی امان الله خان است. دل کس خوش می شه، دل کس بد می شه. با گفته یه خانم بارگزای، درست است که مجاهدین انتحاری نمی کردن، اما اعمالی را انجام می دادن که از انتحاری بدتر بود. کماندان تنها، کماندان تنها، کماندان تنها، 25، 25، 25 صدای نمیستوی مرکز است و نمیستوی آنه. در کجای دین گفته کسی که هم زبانت نبود بزنش، بکشش؟ کسی که هم کیش و هم دین و هم مذهبت نبود بزنش؟ خانم بارگزای در مورد جنگ های داخلی گفته است که او این موضوعات را نشنیده و نخوانده، بلکه با چشمانش دیده و دو فرزندش را از دست داده است. خانم بارگزای مجاهدین را بدبخت خوانده و گفته است که اردو و ارتش منظم و تمامی وسایل نظامی برای آنها مان، ولی اینها افراد زیادی را تنها به دلیل بسته کردن نکتایی و به جرم روشن فکری کشتن. خانم بارگزای علاوه کرده است که او در تصویب و تصویب قانون اساسی نقش داشت و به یاد ندارد که در کدام مادهش احمد شاه مسعود قهرمان ملی خوانده شده باشد. جایی که من به یاد دارم نیست. خانم بارگزای علاوه کرده است که هر کسی که از دین سوء استفاده کند و بخواهد از آن به عنوان منبعی برای کسب پول استفاده کند، برای او قابل قبول نیست. والله که تن پدر ما مو ایدئولوژی را و مو هر برده دست خود بگیره، باز بر ما قابل قبول نیست. وی خواهان ایجاد یک نظام سکولار است که دین از سیاست جدا باشد و در این مورد دخالت نکنند. وقتی وطن ما به نام دین خراب میشه، وقتی مردم ما به نام دین کشته میشه، وقتی بدین ها میاین و میخواین ما را دین یاد بدن، مرا تیر. گفتنیست که اخیراً رحمت الله نبیل نیز جدایی دین از سیاست را مطرح کرده بود. او گفته بود که از سالها به این سو در افغانستان به نام دین تجارت و جنگ شده و پس از این نباید چنین کاری صورت گیرد.
گفتنی است که گفته های خانم بارگزای واکنش های زیادی را در شبکه های اجتماعی به همراه داشته است. همزمان با این منابع محلی در ولایت بادغیس میگویند که به دنبال پرتاب بمب دستی بر رنجر نظامیان طالبان آنان 14 تن را در این ولایت بازداشت کرده است. این حادثه پس از آن صورت گرفته است که روز گذشته یک فرد بمب دستی را بر رنجر طالبان انداخته است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است. طالبان به جوانان هشدار می‌دهند که به گروه‌های مخالف نزدیک نشوند و خودشان و خانواده‌هایشان را به دردسر مبتلا نکنند. در همین حال از بغلان خبر می‌رسند که مقامات طالبان در این ولایت برای سیلاب زدگان برکه این ولایت شهرک می‌سازند. طالبان می‌گویند که در اثر سیلاب‌ها باشندگان این منطقه خانه‌ها و دارایی‌های خود را از دست دادند و طالبان می‌خواهند تا به آنها کمک کنند. همچنین منابع صحی در شفاخانه صحت طفل در کابل میگویند که نتایج نهایی آزمایشات دو کودک مشکوک به آبله میمون منفی است. یک منبع صحی در این شفاخانه روز گذشته هفتم سنبله گفته است که نتایج آزمایشات نشان می‌دهد که این یک نوع بیماری باکتری به نام چیکن پاکس است. این منبع صحی می‌افزاید که دواهای مورد نیاز برای درمان این بیماری بر این دو کودک تجویز شده است. او می‌گوید که وضعیت هر دو کودک رو به بهبود بوده و صبح روز گذشته از این شفاخانه مرخص شدن. از سوی هم هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا از تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان انتقاد کرده و گفته است که جهان باید در برابر سیاست‌های زن ستیزانه طالبان ایستادگی کند. کلینتون روز چهارشنبه هفتم سنبله در برگه ایکس خود با انتقاد تند از این قانون گفته است که طالبان صحبت کردن زنان خارج از خانه را جرم تلقی کردن. همزمان با این طالبان میگوید که این قانون را از الف تا یا تطبیق میکنن. مسئولیت ما شما همین است که نظام اسلامی را از الف تا یا تطبیق بسازیم. وزیر امر به معروف طالبان گفته است که این قانون یک سال کار شده و پس از آن تصویب شده است. طالبان میگویند کسانی که با این قانون مخالفت میکنند یا از اسلام آگاهی ندارند و یا ایمانشان خراب شده است. وضع این قانون با مخالفت شدید زنان معترض در خارج از افغانستان روبرو شده و آنان با گذاشتن ویدیوهایی میگویند که صدای زنان عورت نیست. Khadija was a successful and powerful businesswoman and many Muslims refer to her as the mother. دوستان گرامی، با پایان این بسته خبری رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.